سلام جاودان زرین هستم از سری برنامه های آموزشی تخت سیاه با مبحث برنامه ریزی سینما و تلویزیون در خدمتتونم امیدوارم که قسمت اول رو دیده باشین به سوالی که کردم فکر کرده باشین و جستجو کرده باشین و آماده باشین برای ورود به بخش دوم آموزش برنامه ریزی در سینما و تلویزیون در خدمتیم سلام جاودان زرین هستم خب رسیدیم به بحث چارت پیش تولیدمون و داده های کارگردان محدودیت های تهیه کننده پس برنامه ریزی پیش تولید گفتم ما در, در برنامهریزی پیش تولیدمون با یک داده های کارگردان دو محدودیت های، تهیه کننده مواجهیم که اینها علاوه بر فیلمنامه نامه هستن ببینین اولین قدم برای برنامه‌ریزی در سینما و تلویزیون اینه که شما به فیلمنامه مسلط باشین به اصطلاح میگن فیلمنامه رو بخورین خط به خطش رو باید بدونید و بسته به فیلمنامه های مختلف ما چارت برنامه کم و بیش تغییراتی داره توی ستونهاش منطقه کلیتش یه شکله که در زمانی که به چارت برسیم اینو میگم ولی تو پیش تولیدم این لحاظ میشه پس نکته اول اینه که ما در واقع فیلمنامه رو میخونیم ببینیم با چه چیزهایی در فیلمنامه مواجهیم زمان فیلممون کیه زمان مال امروزه زمان مال ده سال پیشه یا نه یه سریال تاریخی، یا نه یه سریال تاریخ معاصره مثلا ماره انقلاب ماره زمان جنگ اینها توی برنامه ما قطعا لحاظ میشه مهمترین چیزش توی این قضیه در واقع در نظر گرفتن لوکیشن و اکسسوار ما در کارهایی که زمان آنها در اکنون اتفاق نمیفت یعنی مربوط به سه چهار سال اخیر نیست بعضی وقتا یه سری تکنولوژی هایی باعث میشه که تغییر کلی ایجاد بشه یا یه سری تصمیم گیری های مدیریتی به طور مثال تصمیم گرفته میشه خیابان ولیعصر از تهران از شکل دو طرفش به شکل یک طرفه تغییر کنه اگر لوکیشن ما توی خیابون ولی اصره ممکنه این اتفاق اتفاق جدیدی باشه و فیلمنامه ما هم فیلمنامه بروزیه ولی تاریخش برمیگرده به اون زمانی که خیابون ولی است دو طرف است ما اینو باید در نظر داشته باشیم اینو باید لحاظ کنیم پس یک سری داشته های تاریخی برای برنامه‌ریزی مهمه البته که طراح صحنه ما و یا کارگردان ما به این موارد اشاره میکنن ببینید ما میخوایم در بخش پیش تولید با توجه به نکاتی که در فیلمنامه هست با داده های کارگردان و محدودیت هایی که تهیه کننده به ما میگوید برنامه ریزی پیش تولید تا زمان کلید ارائه بدیم زمان کلید هم چه زمانی بود؟ زمانی که فیلم برداری کار شروع میشه پس در واقع ما اول فیلم نامه رو میخونیم و شروع میکنیم یه تقویم معکوس درست میکنیم تقویم معکوس در پیشتولید چیست؟ تقویم معکوس در واقع اولین محدودیتیه که تهیه کننده میده شاید تعریف من از محدودیت تهیه کننده با اون چیزی که شما تو ذهنتون فرق میکنه داریم سینما رو حرف میزنیم تلویزیون رو تعریف میکنیم و مباحث ما کلماتی که استفاده میکنیم در این هیت هست محدودیت تهیه کننده چیست مثلا زمان پخش مثلا زمان پخش میگه آقا من ناگزیرم این سریال رو مثلا به ماه رمضان برسونم یا نه کار کار سینماییه تهیه کننده میگه آقا من میخوام این فیلمم امسال به جشنواره برسه خب خیلی جاها پیش تولید ما و برنامه‌ریزی پیش تولیدمون تنیده میشه در برنامه‌ریزی که در زمان تولید باید بکنیم با تمام داشته هایی که داریم باید احتمالات خطا رو در نظر بگیریم اتفاقاتی ممکنه بیفته یک ها مثلا میگم مثل ماجرایی که توی چند سال اخیر رخ داد یه های فضای از لحاظ در واقع بهداشتی و بیماری جامعه به یه تعطیلی برسه خب پس مواردی ممکنه پیش بیاد که ما توی برنامه ریزی رو لحاظ نکردیم ما همیشه باید یه چیزی توی زمانبندی کار در نظر داشته باشیم اتفاقاتی که در لحظه میفته و ما برای اون آمادگی نداریم یا پیشفرزی نداریم پس برای اون یک سری تلورانس زمانی در نظر میگیریم اون به کنار اما از واقعیت هایی که ما باید برای برنامه در نظر داشته باشیم و جز ابزار ما هست برای برنامه دانستن آب و هواست یک برنامه زهرفهی حتما توی گوشی موبایلش برنامه موسقی داره از پیشبینی آب و هوا اما چرا توی پیش تولید ما اینو میخوایم؟ توی تولید که قطعا خیلی میخوایم اما تو پیش تولید چرا میخوایم؟ ما تو پیش تولید اینها رو باید در نظر بگیریم که زمان تولیدمون بدونیم چه کنیم چرا؟ ما میایم نگاه میکنیم به چارت میرسیم خیلی از مباحثی که دارم میگم توی چارت به ما کمک میکنه. ولی میخوام داشته هایی رو در نظر داشته باشیم که بر اساس اون میخوایم پیش بریم. ما فیلمنامه رو مطالعه کردیم. کامل خوندیم. به این نتیجه رسیدیم که مثلا این فیلمنامه شش لوکیشن داره. 6 لوکیشن داره. از این شش لوکیشن چهار تاش داخلیه. دو تاش خارجیه خب داخلی و خارجی چیه؟ داخلی یعنی در محیطی که مثل محیط داخل منزله مثل محیط هر محیط سرپوشیده ای که نورش و غیر ازاله تقریبا تحت کنترل ماست حالا ممکنه پنجره ای داشته باشه و حالا به اونا کار نداریم ولی یک سری لوکیشن های خارجی خیابونه پارک شهر بازیه یک محیط بازه ببینید ما در مقام برنامه ریز وظیفمون لوکیشن هایی که میخوایم در اون ضبط کنیم رو بر اساس اولویت به گروه تولید و تهیه و تدارکات اعلام کنیم که ما بر اساس اینها بتونن در واقع لوکیشن ها رو بچینن قراردادش نه و حالا کارهای تولیدیش رو انجام بدن ما اگر آب و هوا رو بدونیم میدونیم که در فلان تاریخی که ما توی حین زبطیم هوا بارونی است ما اونجا نیاز داریم به یه لوکیشن داخلی بریم پس این لوکیشن داخلی X رو میذاریم برای اون تاریخ مشخص که بارندگی داریم و لوکیشن خارجی رو میذاریم اولویت یکمون بعد میایم برنامه‌ریزی می‌کنیم به این صورت میگیم که پس لوکیشن یکمون میشه فلان لوکیشن دو میشه فلان سه میشه فلان این ما درست مال زمانیه که ما قرار تولید بکنیم و توی ضبت فیلممون هستیم ولی چرا الان مهمه چون که گروه باید برن اینو در نظر بگیرن قرار چه تاریخش رو مشخص کنن با جایی که در واقع زینف این قضیه است لوکیشن های داخلی معمولا صابخونه یا جایی داره لوکیشن های خارجی اگر شهرداریه اگر مثلا نیروی انتظامی و غیر از الک مجوزها و, و هماهنگیاش انجام بشه ما توی پیش تولید اینها رو در میاریم لحاظ میکنیم به گروه تولید و تدارکات میگیم و اونا میرن قراردادشو میبندن کما اینکه حالا در ادامه بهتون میگم ما باید به این نتیجه برسیم و چجوری به این فرمول میرسیم که تقریبا در هر لوکیشن ما چند روز کار داریم مثلا اینجوری میشه میگیم که آقا ما 6 تا لوکیشن داریم توی این لوکیشن 5 جلسه کار داریم توی این لوکیشن هفت جلسه کار داریم توی این لوکیشن فلان کار داریم تا اینجا گروه کار کرده نیاز به یک آف داریم اگر شبکاری داشته باشیم یک آف به اصطلاح شب به روز بهش میخوره که اینا رو همه رو وقتی بهش برسیم توضیح میدم الان چیزی که میخوام بگم ما در محدودیت های تهیه کننده مثال زدیم یه چیزی داریم مثلا این که ما باید به ماه رمزون برسه سریالمون یا میخوایم یک جوری بشه که در پس تولیدمون با جلوه های ویژه با موسیقی با با غیره 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 ما بتونیم کارمون رو به جشنواره برسونیم اینها محدودیت هایی که تایکانده روز اول به ما میگه امروز در تاریخی که هستیم ما باید در تاریخ فلان ضبطمون تموم بشه که کارهای پس تولیدمون انجام بشود که کار آماده باشه خب در این بازده زمانی ما از پیش تولید به تولید و از تولید به پایان کار میرسیم و باید آمادگی کارهایی رو داشته باشیم که در مبحث پس تولید در واقع به اون میپردازیم پس ما میایم نگاه میکنیم فیلم نامه رو خوندیم کارگردان ایده هایی داره میگه من فلان پلانم و توی فیلمنامه با هلیشات میخوام بگیرم اون هماهنگی جدا داره فلان داره ولی بعضی پلان ها هست ممکن اللحاظ تایم مفید به ما کمترین تایم رو بده ممکنه مثلا ما سی ثانیه مفید بگیریم حالا تایم مفید هم باز توضیحش میدم تو ذهنتون داشته باشین سی ثانیه یک دقیقه ما تایم مفید بگیریم ولی اون روز کاریمون یعنی دوازده ساعت کاری ما در اون روز درگیر رو اون پلان بشه اینها میشه داده های کارگردان بر اساس دکوپاج و خواسته ایشونه ما باید وقتی که فیلم نامر میخونیم این رو لحاظ کنیم این رو در نظر بگیریم به یه نتیجه برسیم میایم فکر میکنیم با کارگردان صحبت میکنیم با تهیه صحبت میکنیم بعضا ممکنه بعضی از فیلمنامه ها نیاز داشته باشه که فیلمبردار بردار طراح صحنه و غیره در اون جلسه حضور داشته باشن به یک نتیجه میرسیم که آقا این اثری که قرار است تولید بشود مثلا سه ماه و ده روز زمان فیلم برداریشه سه ماه و ده روز امروز چندمه اگر ما از اون تاریخی که تهیه کننده بهمون به گفته چهار ما کلا وقت داریم یعنی 20 روز برای پیش تولید باید وقت بذاریم با حرفی که زدم این کار ضرر داره برای تهیه کننده و گروه تولید اما داریم مثال میزنیم و در مثل مناقشه نیست اگر ما 20 روز وقت داریم ناگزیریم کمپرس با فشار بیشتری زمان بندی ها و برنامه رو انجام بدیم که بتونیم زودتر به کلید برای این سه ماه و ده روز برسیم ولی ایدئال یک پیش تولید برای سینمایی ممکنه یه هفت ماه بشه یک کار حرفه ممکنه مثل کارای آقای کامرون مثلا یازده سال پیش تولید داشته باشه خیلی چیز آماده سازی داره ممکنه یک کار سریال تاریخی ساخت و ساز لباس ها و بقیه مباحثش بسیار طول بکشه تا اینجا مباحث رو داشته باشین ببینید عزیزان کلیتی از در واقع اه برنامه ریزی در سینما و تلویزیون رو دارم بهتون ارائه میدم که با یک شکل و شمایل و در واقع شکل کلی از اون آشنا بشید مثل یه اثر نقاشی میمونه بعضی از این آثار باید با یک فاصله ای دیده بشه که لمس بشه وقتی هر چقدر بیشتر از اون اثر فاصله میگیری بیشتر متوجه میشین که زیبایی اثر ترکیب بندیش و غیره ازالک به چه صورته ولی برای در واقع کشیدن اون نقاشی ناگزیرید که برین جلو و وارد جزئیاتش بشین کاری که الان من دارم با اتون میکنم توی این چند جلسه اولیه برنامه زی در واقع کلیت اون ماجراست که شما از دور دارید نگاه میکنید به یک برنامه زی برای فیلم و سریال متوجه یک کلیتی بشیم بعد ما وارد جزئیات میشیم حالا اصطلاحایی که به کار بردیم رو تعریف میکنیم و اینکه چگونه باید این اتفاق شکل بگیره اما یک جنبندی بکنم و مبحث جلسه دوم رو هم به اتمام برسونم ببینید پس قدم به قدم برای برنامه ریزی فیلم و سریال اگر بخوایم پیش بریم اینه که یک ما فیلم نامه رو میگیریم فیلم نامه رو میخونیم برای خودمون آنالیز میکنیم آنالیز فیلمنامه یا همون خطی فیلمنامه چارت اصلی برنامه ریزی که در واقع ابزار اصلی اون جعب ابزار برنامه ریزیست رو به دست میاریم بر اساس اون میایم با کارگردان صحبت میکنیم با تهیه کننده صحبت میکنیم محدودیت ها داده ها و ایده ها رو میگیریم زیر مجموعه ای اینها میشه گروه فیلم برداری با اونها هم صحبت میکنیم شاید اونها هم خواسته ای دارن بعضی وقتها بر اساس یه سری محدودیت ها ما یک سری در واقع اطلاعاتی نیاز داریم مثل اینکه فیلمبرداری ماشین که معمولا با کارمانت ابزاری به نام کارمانت انجام میشه ما کارمانت رو دائم نداریم و هر وقت بخوایم کارمانت رو بگیریم مثلا دو روز قبل باید توی برنامه اعلام بشه حالا به اون مباحث هم میرسیم پس با فیلم بردارم صحبت میکنیم با گروه صحنه صحبت میکنیم با گریم صحبت با همه اونا صحبت میکنیم. همه اینا داده هایی به ما میدن بر اساس اون داده ها ما میایم پیش فرض اولیه رو به کارگردان و تهیه کننده ارائه میدیم اونها هم واسه خودشون پیش فرض دارن یه تهیه کننده وقتی که به یه برنامه زنگ میزنه میگه یه کاری داریم حدودا پنج ماهه وقتی میگه حدودا پنج ماه یعنی که یه فکری داره برای این ضبط یه ماه پیش تولید میریم چهار ماه میخوایم ضبط کنیم شما میایین فیلم نامه رو میخونیم میرین و با این واقعیت اونا رو مواجه میکنیم من همین اواخر یک فیلم سینمایی رو مواجه شدم روزی که به من زنگ زدن گفتن آقا کار خیلی سبکیه همه چیزش هم آماده است ما قرار یه هفته ده روز پیش تولید 20 و هم ضبط کنیم فیلم نامه رو خوندم رفتم لوکیشن رو دیدم با کارگردان صحبت کردم با در واقع عوامل دیگه صحبت کردم اومدم و گفتم که این کار امکان نداره زیر 62 جلسه کاری فیلم برداریش تموم بشه و حتما حتما ما یک زمان 20 روزه برای پیش تولید نیاز داریم برای آماده سازی و ایدئال نگاه کردن ضربه میزنه به شما چرا؟ چون شما اللحاظ مالی گروه تهیه و تولید به گونه برنامه ریزی میکنن که اگر شما این واقعیت رو به اونها نگین ممکنه تو 200 پول تموم بشه سرمایه تموم بشه و خیلی چیزها بمونه یه کار ناقص شما وظیفتون به عنوان برنامه ریز اطلاعات دقیق رو بگین داریم جنبندی میکنیم جلسه دوم رو پس داده های کارگردان محدودیت های تهیه کننده اطلاعاتی که بقیه لیدر های گروه ها میدن بر اساس فیلمنامه شما رو به این نتیجه میرسونه که ما ممکن است چند جلسه کاری داشته باشیم اونها رو به تهیه کننده و کارگردان اعلام می کنید به یه جنبندی می رسید ممکنه کارگردان یک جایی از یک سری از خواسته هاش کوتاه بیاد ممکنه تهیه کننده یک جایی از یک سری محدودیتاش دست بکشه اینها به یه جنبندی می رسونه شما رو زمان فیلم برداریتون مشخص میشه بر اساس زمان فیلم برداریتون شما باید پیش تولیدتون رو هماهنگ کنین گفتم کار تاریخی ساخت و سازها و هماهنگی های خودش داره کار رئال یک جور و یک سری هم کارهای خاص بر اساس فیلمنامه یا بر اساس در واقع اتفاقاتی که تو جامعه میفته وجود داره اینها همه به دور و جدا از اتفاقات غیر قابل پیش بینی ماست برای اونها بعد زمان در نظر بگیریم اینها رو در نظر میگیریم ما میگیم آقا چقدر ما برای تولیدمون نیاز به زمان داریم زمان تولیدمون رو لحاظ میکنیم پیش تولیدمون رو پیش فرض میگیریم شروع میکنیم برای این جلسه بسه اما سوال من برای جلسه بعدی چه کارهایی باید در پیش تولید بکنیم که جزو اصلی کارهایی است که یک برنامه‌ریزی برای آنها تایم میدهد برای اونها برنامه ریز زمان مشخص میکنه و به اصطلاح اولین آفیش پیش تولید در گروه دفتر و حالا فضای مجازی که برای این فیلم در نظر گرفته شده اعلام میشه سوال جلسه قبلی رو نمیدونم چقدر پیگیری کردین و به چه جوابهایی رسیدین ولی فکر میکنم اگر یه سرچ کوچیک بکنیم به نام چارت برنامه ریزی یا آنالیز فیلمنامه نمونه های خیلی زیادی رو توی اینترنت بهش دسترسی پیدا کنین اما بشینین فکر کنین چارت پیش تولید و اون چیزهایی که در پیش تولید یک برنامه ریز برای زمان مشخصی رو اعلام میکنه چه چیزهایی میتونه باشه قطعا در جلسات بعدی به تمام این سالا پاسخ خواهیم داد اما اجازه بدین که الان پایان جلسه دوم برنامه ریزی در تخت سیاه باشه با ما در سینماک همراه باشید